و اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از میراثی که لیندون جانسون سی و رئیس جمهوری آمریکا در زمینه حقوق مدنی بر جای گذاشته تقدیر کرد میراثی که نزدیک به نیم قرن بعد سمرش انتخاب نخستین رئیس جمهور سیاه پوست در آمریکا بود. چندی پیش آقای اوباما در مراسم پنجاهمین سالگرد امضای لایحه حقوق مدنی به مسئله حقوق زنها، اقلیتها و همجنسگرایان اشاره کرد. با هم گزارش رو می‌بینیم از این مراسم گر... که در شهر آستین ایالت تگزاس برگزار شد. آقای اوباما به مناسبت تصویب قانون حقوق مدنی 1964 آمریکا در کتابخانه لیندن بینز جانسن سخنرانی میکرد. قانونی که به سرعت زمین ساز قوانین دیگری در زمینه ایجاد فرصت برابر برای همه آمریکاییان شد. نه فقط برای سیاه ها و سفید ها بلکه برای زنان، لاتینی تبار ها، آسیایی ها و بومیان آمریکا، برای همجنسگرایان و معلولان آمریکایی. آنها راه را برای شما و برای من هموار کردند. آقای اوباما همچنین لیندن جانسن را به خاطر شجاعتش در نبرد با مشکلاتی که بسیاری از مقامهای بلندپایه بلند پایه او را از آن بر حذر داشته بودند ستود. یک مورد مشخص این بود که یکی از دستیارانش به او گفته بود رئیس جمهور نباید وقتش را بر سر موضوعی صرف کند که میداند موفقیتی در آن به دست نخواهد آورد. هرچند آن موضوع ارزشمند باشد و جانسون پاسخ داده بود پس ریاست جمهوری به چه درد میخورد اگر قرار نباشد بر سر باورهایش ایستادگی کند و برای آنها بجنگد What the the for? آقای اوباما افزود جنگی که توسط پرزیدنت جانسن آغاز شده هنوز به پایان نرسیده است As was true 50 years ago, درست مثل پنجاه سال پیش هنوز هم هستند کسانی که جامعه بزرگ را یک تجربه شکست خورده و ناموفق و متکی بر تخطی از اختیار و آزادی می دانند. آنها دولت را عامل اصلی پریشانی و عقب ماندگی اوضاع قلم داد می کنند. و فقر و نابرابری را به دلیل افول اخلاق در میان کسانی می دانند که با آن دست و پنجه نرم می کنند. آقای اوباما تاکید کرد که نقش اصلی دولت حصول اطمینان از دسترسی برابر همه شهروندان به آموزش شغل، خدمات بهداشتی و حقوق اساسی است. جان لوئیس تلاشگر حقوق مدنی و نماینده دموکرات کنگره جورجیا، نیز در بینش آقای اوباما را از نیاز به تلاش‌های بیشتر در این باره ستود. و به همین دلیل است که او به عنوان رئیس جمهور شانه هایش را تکیگاهی برای ایجاد تغییرات اساسی در جامعه آمریکا کرده است از راه پایان بخشیدن به دو جنگ و تصویب قانون جامعه خدمات بهداشتی متشکرم آقای رئیس جمهور رئیس جمهور آمریکا سخنان خود را با خوشبینی به پایان برد و گفت داستان آمریکا روایت پیشرفت مستمر به رقم چالش های متعدد است بابک راد صدای آمریکا